بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه این کار انسان دل دادن و دل کندنه. دل میدهد، دل میکند، چون به هدف نمیرسه، اشتباه کرده. اونی که معشوق اوست خداست و سلام. اوست مطلوب خداست، یعنی اونی که همه چیز هست و همیشه هم هست، همونه دیگه. انسان همینه میخواد. انسان میخواد که همه چیز داشته باشه و همیشه هم داشته باشه. این در دنیا نمکن نیست، اینجا جاش نیست، اینجا نه همه چیزه نه همیشه هست. خداست، همیشه هست و همه چیزه. اونه میخواد، اشتباه کرده، به این چسبیده. این بیمی چسبیده، دل میدهد، دل میکنه، دل دل میگه تا بالاخره دم مردن همه رو دل میکنه، رفته عالم غیر، هیچ دیگه معشوقی ندارد، معشوق اصلی هم که باشی آشنا نیست، میسوزه. سوزان بفرن آتش، آتش جدایی از معشوق، از همه آتش جدانده همینه. آتش گدازنده، سوزاننده، همین جدایی از معشوق و محبوبه. این از خدا شد. این خیال کرده که اینا محبوب بشن. هی دل بسته، دل کنده، دل کنده، آخوات همه رو دل کنده، دیگه اونم که نیست، اونم بی نداره. جهنم همینه دیگه. جهنم یعنی در فراق معشوق سوختن، علت دوام سوختن. خوش و عالی بهشتی ها، اونها رسیدن به معشوق، به بطارت رسیدن، همیشه هم هستن. بهشتی به بریار خود رسیده، به معشوق خود رسیده، همیشه هم رسیده. خوش آقا ما دیگه، هم فی مکان فزون خالد. جهنمی ها بیجره دیگه، همه را از دست داده، هیچی دیگه نیست در اونجا. خدا را میگه قبول نداشته، نداشته، با آشنا نبوده بود. اون معشوق نیست، در فراق معشوق علت دوام میسوزد. این سوختن دیگه دوام دارد، فنا ندارد. حالا انبیا آمدن ما را با اون آشنا کنن، با اون معشوق و واقعی آشنا بگن. ای انسان، تو مال اون هستی. خودش هم هی داد میزنه، یا ایال انسان، این نکه کار میزنه، این دار ربش کامل هاشت. انسان تو مال من هستی، برای من حرکت کردی، تو با من باید عشق ببرزی. دل مویین های سسبی آخوا این که نیست که دل بودن به اونها و از من بریدن، این شعنتونی، تو انسانی. انبیا برای همین آمدن، آمدن که با دستوراتشون، تعلیماتشون کاری کنن که این جان انسان، قلب انسان، محبت فرشتگان خدا باشد و راه ندهند به شیاطین و ایادی شیاطین که از این دروازه های مملکت ما وارد بشوند و از واسط قلبی بیرون بیرون تو. مگه نبینید که در دنیا، مردم دنیا برای مرزهای مملکت خودشون اداره گمرک دارن؟ دیگه اینجور اداره گمرک دارن دیگه. واردات و صادرات رو بررسی میکنم، بین که بگه دیگه هر چی خواست وارد کنه. در سر مملکت ها به دنیا اداره گمرکه، اداره تشخیص میدن، درست بررسی میکنن که واردات چیه، جاوزی. آیا خدا برای این مملکت وجود انسان سر مرزهاش اداره گمرک تشکیل نداده؟ این انسانی که عالی ترین عوالم است، عالم انسان عالی ترین و شریف ترین عوالم است، تمام عوالم بر کاکل انسان میچرخد. صلاح انسان، صلاح عالم، فساد انسان، فساد عالم. آیا برای این انسان، برای مملکت انسان سر مرزها اداره گمرک تشکیل داده؟ این ناده باشه که ظلم کرده، یه ناده باشه ظلم کرده به این عالم انسان. آزا هرچی وارد شد از در دروازی نمیشه، ولی زمان پولیس مخفی گذاشته، خداوند حکیم پولیس مخفی گذاشته برای مرزهای مملکتمون. این چشم ما پولیس داره، این گوش ما پولیس داره، زبان پولیس داره، این شکم پولیس داره، تمام عضوان پولیس داره. خودش این علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تبارون. بیدار باشید، بر شما حافظ گذاشتم، گماشتم، مراقب گماشتم، خوب می نویسن تمام اعمال شما را. در آیه دیگه می گویم که از یترق المترقیان عن الیمین و عن الشمال قعید.
در سمت چپ شما و راست شما ملائک نشسته اند. ضبط میکنه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتی، آیه قرآنه در سوره قاف. بدانید کمترین کلمه ای از دهان شما خارج نمیشود مگر اینکه گیرنده حرف و عمل نشسته میگیره، ضبط میکنه. برابر خدا این الفاظی ما الان میگیم ضبط میکنه همه رو دیگه، هر لفظش هر کلمه اش ضبط میکنن. به حساب خواهند گذاشت، باز میکنن نامه ما، اقرأ کتابک، حالا بخون نامه عمله، بیت چه کردی؟ چه گفتی؟ پس قرآن میگه مراقب باشی. از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، سمت چپ و راست شما نشستن ملائکه، کنار زبان شما نشستن، الفاظ شما رو می نویسن، مراقبن که باید دید شنیدنی ها پاک باشه، دیدنی ها پاک باشه، گفتنی ها پاک باشه، خوردنی ها پاک باشه، از این مجاری آبهای صاف بریزن به قلب انسان، جان انسان بشود یک نورانیت مصفا پاک، الهی بشود این جان انسان. برای این آمدن دیگه، نور باید بیار میگه. تنها سرمایه که میبریم همون نور جانه، هیچ نمیبریم، همه را از ما بگیریم، هیچی در کار نیست. خانه فرش و اساس و زن و فرزند و ریاست و همه از بین رفته. نور جان، اگه توانستم جانم را منور کنم به نور ایمان به خدا، اینجا خوشا به حال من. تاجر ما، داریم تجارت میکنیم، دادستد میکنیم، چی میدیم؟ عمر. چی میگیریم؟ خانه، فرش، ریاست، پول، مقام، همین دیگه. اسکناس یک قبط جان، اسکناس درد ما را جمله درمان اسکناس دمانه هم میکنم دیگه، نمیشه معصوب ما دیگه. ما تاجریم، عمر میدیم، در مقابل چی میگیریم؟ خوش آن اونها که عمر میدن خدا را میگیرن، خوش آن اونها. در هر کلمه ای، در هر نگاهی خدا را طالبن، رضای خدا. اینا عمرشون خیلی بابرکته. ما که تجارت عرض کردم مال من نیست کلمه، مال خداست، در قرآنه. این یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. این قرآن میگه، خدا میگه ای مردم، ای مردم که مرا باور کردی آخرت را، میخواد به شما تجارت بکنی، چه تجارتی بکنی؟ را تجارت تنجیکم، میخواد به شما بگم چه رو تجارت کنید، چه تو اهل نجات باشید؟ ایمان به من و رسول من، مجاهده در راه من. یه ولی زحمت بکشید، پاوی شهوات نفس بگذاری، هرچی میبینی نگاه نکنی، هرچی به زمان من نگویی، مراقب باشی. مجاهده همینه دیگه. اگه این کار کردی تاجر خوبی هستی، ولی اوم همه دادی سرمایه از دست هیچی بگم نه زبره بهی نرسیدی، سرمایه زکر رفت، عمری زبره بهی نرسیدی. ولی جوانها خوش و حالشان را دید، ولی ما که از پیرش واقعا اینجوری میشه، بگیم عمر زکر رفت، ای بره بهی نرسیدی. خب همه دیگه. خدا اگه تو تاجری، مولای ما میگه تو تاجری صبر و ایام هم امیل مونه ایتونه داره که اون رو اینا این افراد، این افراد خوشا به حالشون. صبر و ایام قصیره اعقبتهم راحت طویله، تجارت مربحه، تجارت داره اینجا، تجارت مربحه. میگه خوشا به حال اون افرادی که این روز دنیای زود گذر رو صبر میکنن، صبر میکنن، پا روی شهوات میگذارن، اونجا نگاه نمیکنن، این غذا رو نمیخورن، این حرف رو نمیزنن، این فکر رو نمیکنن، همش روی مجاهده میکنن، صبر و خب صبر میکنن دیگه. اما کوتاه روزها تمام میشه دیگه، تمام میشه، هیچ مهم نیست که تمام میشه عمر و تمام شد. تجارت مربحه نصیبش بشه با این گفته مولای ما. پس تجارت هم قرآن گفته هم مولای ما گفته. قرآن میگه تجارت تنجیکم، مولای هم گفته که صبر و ایام قصیره عقبت و ران تبیره تجارت مربحه، تجارت فرسودی. خب حالا ما تاجری، هر تاجری که به شهری باید تجارت می رود روز ورود به وطن با دست پر برمی گرده دیگه، هر تاجری اینجوره. ما تاجری روز ورود به وطن روز مرگ ماست، اون روز ورود به وطنه. چی داریم؟
چه داریم دست مچیم؟ خیلی پنگوانه، خیلی خسرانه است که آدم در مورد هیچ چی نداره. عجب، یک عمر نفس داده، یک عمر کار کرده، به قول خودش با قرآن ممنوس بمیده، اما در مورد هیچ پس خالی نیشه، هیچ چی نداره. پس موقع ورود به وطن روز مرگ ماست. اون روز تنها چیزی که از ما تحویل میگیرن نور جان است. نور جان، نور جان روشن و منور، اینه میگیرن. خود قرآن باز میگه یوم تر المؤمنین یسعا بینهم بین ایدیهم و ایمانهم یسنورهم یسنورهم بین ایدیهم. یه روزی خواهد پیش اومد که تو روز قیامت مردم حرکت میکنن، با نور حرکت میکنن، پیش رو نور، سمت راست نور، راه باز، خیلی منور حرکت. ما دیگران بدبخت ها گوه یک منافون و المنافقات انظرونا نقتب اسم نور کن. یه دست مردم بدبخت بینوایی که در دنیا باختن، عمر تمام شده، هیچی دست خالی، در ظلمت هم هی داد میزنن بابا یک قد بیست خمارم بشما برسم آخر. تو رفیق من بودی، تو همسایه من بودی، تو برادر من بودی، یک قد بیست برم برم به تو برسم آخر. چون در دنیا توی شبای تاریخ سابقه اینجور بود، این چرا بخشی نبود که فانوس بود، مثلا فانوس نمیشه یکی جرو میره من بونگه اقا بیتون که آه یقا این آه مثلا منم به تو برسیم، این چاله ها رو ببینه، آه اینجا فانوسی چاله و چاهه منم ببینم، اون رو میستاد خب میره. اما قیامت اینجور نی، قیامت هم بگه اونا میگه بابا بیستی این کسی نور داری، یکی آه این سر بید به ما یه نگاه کنیم، ما میشه دیلر زور را اکن که خیر اینجا دیگه این نورها عرضی نیست، ذاتیه، از ذات ما جوشیده، این فانوس نیست که دستی که شما به سمتش بسرخ کنیم که در دنیا فانوس ما میشه به سمتش این سرابان میشه ما روشن بده، اینجا نمیشه، اینجا هر کسی نور خودش آورده، من نور را از دنیا آوردم و نزار را هم رو به شما نمیتونم بدم، اصلا نمیشه به شما بدم، خود بگه به دنیا اگه میتوانید بدون برگرد خب گیا به دست بیارد که گدائی دیگه نکن. وای بر حال گدائی اون رو، حالا گدائی اون رو تمام بشانی چه مهمی نید، اون روز گدائی دیگه تمام شدن نداره. زوی نرز او برا اکم فلتم بست اون نورا، اگه میتوانید برگرد به دنیا نور بیاورید، نور رو از دنیا آوردیم ما. حالا شما فرق بفرمایید که ما رفتیم به اون دنیا و دیدیم و بعد گدائی کردیم و یه ما گفت بگه ایزد داده ایزد نمیده، حالا فرض بگیر ما رفتیم و برگشتیم و چی ما خواهد بکنیم؟ اما ایمان داریم این مطالب دی آخه ایمان داریم، من برای شما حرف گفتش برید دنبال کارمو، اون که حرف را شد که به حرف بزن آیه بخواه برید دنبال کارمو، این مسخره است، این با دین بازی کردنه. مطمئن باشید ما بسیارمان با دین بازی میکنید، با قرآن بازی میکنید، ما قرآنی نیستیم، نه من واعظ درستیم که خدا متعظ باشم، نه دیگه رو گوش می حرف میزنیم دیگه، برنامه اجرا میکنیم، برنامه بنده اینجا حرف شما میده گوش بدیم، یکی نیست که آمدیم حالا رفتیم به اونجا و دیدیم که نور گدائی کردیم ندادن، گفته بید بردان دنیا، حالا ما دادن حالا بفرد آمدیم دادن حالا آشی مخون ببینیم، ولی باید نور رو حضر کنیم دیگه، چاره این نیست، نور رو حضر کنیم، اون نور هم شرط داره. این حدیث رو از اهل بیت نقل شده از مسجد مسیح علیه السلام، ایشون فرموده که این نظرعه ینبتو فی السهل و لا ینبتو فی الصفا هم کذالک الحکمه تأمر فی قلب متواضع و لا تأمر فی قلب متکبر الجبار. حدیثه، بدانید دانه زراعت، تخم زراعت در زمین نرم می روید، روی سنگ نمی روید، روی سنگ صاف گندم می پاشید اون نمی روید، تخم زراعت در زمین نرم می روید و در زمین و در سنگ سخت نمی روید، بدانید حکمت در قلب متواضع می روید، در قلب متکبر نمی روید.
ما با حکمت داشته باشیم خدایه. این که ما بهر نمیگیریم، نماز زیاد میخونیم، روزه زیاد میگیریم، مکه میریم، طواف میکنیم، زیارت میرویم، کربلا، نجف، همه جا میرویم، دعا کمیل میخونیم، همه اما نور نمیگیریم. اون بهره ای که از باد بگیریم نمیگیریم. باز همون ناراحتی و همون بیمعرفتی در ما هست. با خدا آشنا نشدیم، با امام زمان آشنا نشدیم. چرا؟ با اینکه اینها داروس داده به ما دیگه، قرآن داروس شفا بخشه. چرا اصلا؟ برای همین حدیث میگه که چون قلب شما قلب جبار متکبره، قلب متکبر جبار نمیگیره، درش روش نمی کنه دانه قرآن، حکمت، موعظه درش روش نمی کنه. قرآن میگه کذالک یتبع الله علی کل به قلب متکبر جبار، این قرآنه. کذالکیت به الله علی کل قلب متکبر جبار. خدا میگه من مهر میکنم قلب انسان متکبر، اصلا راه نمیدم دانه حکمت برای روش بکنه، راه نمیدم. آیه هم داره که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. من خودم نمیذارم مردم متکبر با آیات من آشنا بشن، نمیذارم. برای قرآن میخورن، میره مطالعه میکنن، میره بیسن، تفسیرم میگه همه اینا، اما نه، دلشان نمیخور. من نمیذارم، چون قرآن متکبر جباره. حالا ما این متکبر جبار کیه؟ میگیم نمرود، فرعون، صدام، اینا متکبر جبارن دیگه. واقعی نیست، خیر. هر کسی که آماده نیز حق را بشنود قبول کند، این متکبر جباره. حفظ شنیده، قبول نمیکنه. مثلا، ولی فردان دو نفر آدم عالم محقق با هم مواجه میکنن، اون فهمید که اون درست میگه، ولی قبول نمیکنه. فهمید این درست میگه، با اون در این مطلب، این مطلب علمی، میخواه این درونی شما نمیدونه، حق با من، این متکبر جبار، این متکبره، نمیخواه زور را باشه تو سر کسی بزنه، این حق قبول نمیکنه. خود عالم دانشمند فهمیده اون راست میگه، اون نمیخواه قبول کنه دیگه. تکبر در وجود انسان عجیب خواهد بود، به این سادگی نیست. یا مثلا از من کسی مثلا میپرسه مسئله علمی و دینی، من نمیدونم، نمیگم نمیدونم، برم برای سنگین میشه، هی برای ریسمان آسمان به هم تصویدان رو آسمان ریسمان میکنه و یه چی کن برش قبول کنه بره. خب متکب زباره، چون او بیه نمیدونم، او بیه اون آقا فرانتر باشن بهتر میدونم، بیه شو بگفت او هرچی گفت قبول کن. اگه این شو متواضع، اگر از من مسئله پرسیدن واقعا نمیدانم، بگم آقا من نمیدانم، اون آقای فران زید ایشون میدونه، ایشون بپرس، هر چی قبول. این متواضع. اگر نه هی ریسمان بیسمان کردی، من خب این متکبره. خدا میگه این متکبر حکمت در دلش نمیروید، روش نمیکند، با من آشنا نمیشود، با امام زمان آشنا نمیشود. دیگه ما خیلی فهم کن، ما خیلی از این گفتاری داریم که خب مثلا یه پدر، حالا پدر پیر مرد یه حرفی میزنه که جوان یه راست میگه و قبول نمیده، نه من جوانم، من درس خوندم، من دانشگاه دیدم، یه پدر من پیره نمیفهمه، گاهی فهمید که درست میگه قبول نمیکنه دیگه. این جوان متکبر جباره، زورمند نیست تو سر کسی بزنه، ولی همینقدر که پدرم پیر حرف حق زده اون قبول نمیکنه. یا جوان حرف حق میزنه پیر قبول نمیکنه، میگه خیلی من پدرم، نمیشه من حرفت رو قبول کنم که تو بچه منی. این متکبر جباره. اینجا جوان متکبره، اون پدر متکبر جباره، فرق نمیکنه. یعنی اون عالم متکبره، اون جوان متکبر، فرق نمیکنه. تو خانه زن یه حرفی زده شوهرم که راست میگه به قبول نمیکنه، من مردم، من مردم، هر که زن هر چیکار قبول نمیکنم که ایشون زن گفته، زن حرف حقم زده ایشاره، اینو فهمید که حرف حق قبول نمیکنه. اون طرف مرد حرفی زده زن قبول نمیکنه، این هم متکبر جبارن دیگه، عجیبه. خب تمام کسانی که حق را میدانن ولی ذاتن زیر بار نمیده، هم متکبر جبارن. قرآن گفته من مهر میکنم قلب ها را، نمیذارم با قرآن من معروض بشون. حدیث هم گفت اینجوری دیگه، کار مشکلیه.
و در روایتی بودن حتی امثال ماها رو میگن یه ما لا تکونو کن منخل، مراقب باشید که غربال نباشید. کسانی که حرف میده موعظه میکنید احرام میگید غربال نباشید، غربال میده که عرک میکنن آدرا اون نرمش بیرون میریزه نخاله توش میمانه دیگه، غربال اینجوره دیگه، عرک میکنن اون نرم بیرون آرد نرم نخاله توش میمانه دیگه، میگه اینجور نباشید. میگه یه حرفای خوب میزنید خیلی خوب و نرم و متکاره هم خیلی قبول قبول، اما خودتون نخاله دارید، کبر، بخل، نخوت، خودبینی، این که نخاله است که میشه غربال شده. این که لا تکونو کلمون خر، مثل غربال نباشید که مطالب نرم و لطیف به مردم بریزی بیرون، در داخل خودتون نه اون خاله و فساد و کثافت و کبر رو خود. اینه که حالا این بوده که گرفتاری بوده که ما اگه یه وقت خود دقت کنیم اونی اکثر ما گرفتاری داریم، مرد و زن و پیر و جوان و عالم و عامی و غالبا گرفتاری ها داریم که متکبر جبار ولی بهره نمیگیریم از دینمون، از قرآنمون، از مواعظمون، از دعاهامون، از زیارتمون، از مکهمون بهره نمیگیریم، چون دانه حکمت در قلب متواضع می روید نه در قلب متکبر جبار. ما نمیگید دیگه خوب بریم، ولی امیدواریم شالا این همه خوب باشه. همه حالا اول خود به هم نمید حالا این حرف رو میزنم خیلی که علی آبا شعریه خواهی اجابی میگیدم حالا هر وقت ما گرفتیم از این رو یه سیم بیم برم من دیگه تا اونجا خدا چیزی رو با ما رفتار کنه. امیدواریم شالا خدا روز فکرم خودش به همه ما رحم کنند و قلب های ما را منور به نور ایمان کند انشاءالله، این قلب ما را متواضع کند، متکبر جبار نباشیم انشاءالله، تن به حق بدهیم که حق را ادارت را بپذیریم، در فرج مومدان خدا تعجیل بفرمان، این جوانهای ما را از آسیب زمان حفظ کن، بچه های ما را با نور اهل بیت قلبشون منور کن، حسن عاقبت به همه ما انوریت بدهیم.